سلیمانی را از یاد نبرده و نخواهی برد و بدانند انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است و خواب راحت برای قاتلان و سبران نخواهد گذاشت. شهید سلیمانی امریکا را و طرفداران جریان تروریستی و داعشی در منطقه را شکست داد. آری، اما بزرگترین کار او این نبود. این مقدمه این بود که شهید سلیمانی در دنیا هیمنه امریکا را به شکست چشاند. سامانه قادر هست هر نقطه ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانهای سپر موشکیه اونها و با سیستم های دیگه هم که داریم با کروزها و پهپادها و با مجموعه توانمندی ها تقریباً اونها هیچ رقم نمیتونن مقابله بکنن. موشک دوربردمون، موشک کروز دوربرد برد 1650 کیلومترمون در واقع وارد سبد موشکی جمهوری اسلامی بله شد. این تصاویر داره به صورت بله اولین تصاویری که میشه. بله رسانه میشه. این موشک کروز برای بزرگداشت شهدای کردستان اسمش موشک کروز پاوه نام گرفته و با این بردی که عرض کردم و ارتفاع پرواز بسیار مثلا الان دوربینی که رو خود کروز قرار گرفته که مسیر پرواز شما دارید می‌بینید این الان این دوربین رو کروزه ببینید تقریبا 40-50 متری زمین داره حرکت میکنه و یک پدیده‌ایه که به هر حال با توجه به برد 1650 کیلومتر دیگه بدون شرح دیگه بقیه دیگه حساب کار خودشون رو کنه.